برنامه مذهبی عید قربان و عید سعید غدیر خومه. خب و همچنین در لابلای از یک تجلیل از هر دو عید داریم. برنامه های فرهنگی هزارگی مشمول از این هست. خب از جمله نمایش لباس های هزارگی، فریستایل یا فوتبال آزاد، دنبوره هزارگی و از این قبیل برنامه. دستتون درد نکنه برادر، خیلی زحمت کشید. آفرین. خواهی کارتار باید برای دوستا بدین؟ کارت برای مسئولین، برای مسئولین، برای کسایی که از دست اندرکارانی برنامه امروزی هست، برای زمان ها فقط توجه میشه. درخت زردالوی جغسه سنجوی خیشاوند است و بند دلم بسته و یگانگی چشمه زنگولخوی نابه است و امروز افتخار عزیز دارم که میزبانتان در این برنامه ایدی و فرهنگی باشم. همون رقم که در جریان هستید، عید قربان امسال را به پاس زحمات و شجاعت سربازان افغانستان در برابر تاریکی و ظلمت، عید سرباز هم خواندند و ما عید سرباز و عید غدیر خوم را برایتان با کمی تأخیر تبریک میگم. امیدوار هستم که روزهای عید را با خانواده هایتان با سلامتی و مهر گذرانده باشیم. اکنون اگرچه ما از افغانستان بیرون آمده ایم، اما به احتمال زیاد برای اکثر ما افغانستان به دلایل مختلف هیچگاه از درونمان بیرون نخواهد رفت و به همین سبب در لابلای برنامه شعرها و نوشته هایی از شاعران و نویسندگان مختلف خواهید شنید که به پاسداری از این دلبستگی و هویت پرتلاطم گنجانده شده است و به اطلاع ما رساندن که برنامه فرهنگی به این وسعت بعد از مدت ها در کرایستچرچ برگزار میشه و ما به همین دلیل از شما بسیار زیاد تشکر میکنم بابت به حضور رساندن و بودن به این سالن امشب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العلي العظيم. عرض سلام و احترام دارم خدمت تک تک شما عزیزان، پدران و مادران گرامی، برادران و خواهران عزیز و اطفالای نازنین. من هم به نوبه خود به نمایندگی از نماینده های کمیونیتی و تیم فرهنگی جوانان کمیونیتی که در برگزاری این برنامه زحمت کشیده اند، عید سعید قربان و عید بزرگ شیعیان یعنی عید غدیر خوم را خدمت تک تک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کنم. در قدم نخست جا دارد که از تشریف آوری تمام شما عزیزان تشکری کنم. تشریف آوری شما باعث افتخار ما و تشویق هرچی بیشتری جوانان کمیونیتی می گردد تا در آینده ها بتواند برنامه های زیباتر و پرمحتواتر برایتان به اجرا بگذارد. در ضمن به او ایده عزیزانی که نتوانستند امشب در این محفل شرکت نمایند هم عید را برایشان تبریک میگویم. میدانم که متاسفانه مرض مهلک کرونا یک جمع بزرگی از کمیونیتی ما را در غم از دست دادن عزیزانشان نشانده است. خداوند رفتگان همه را بیامرزد
و به شما صبر و اجر جزیل عنایت کند. البته قابل ذکر است که این برنامه با هماهنگی کامل با نماینده های کمیونیتی تصمیم گرفته شده است که ما از همنوایی و همکاری نماینده ها با شخص حاجی آقای احسانی رئیس کمیونیتی قدردانی میکنیم. اصلی این برنامه ترویج و زنده نگه داشتن فرهنگ اصیل خودمان برای جوانان و نوجوانانی که در اینجا بزرگ شده اند می باشد. نماد فرهنگ اصیل هزارگی و نشان مقاومت و سخت کوشی زن و دختر هزاره است. پس باید به آن افتخار کرد به جایی که خجالت کشید. هدف دوم از برگزاری این برنامه ایجاد تنوع در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی کمیونیتی است. یک جمع بزرگ از نسل جوان کمیونیتی در برنامه‌هایی که در حسینیه برگزار می‌شود شرکت نمی‌کنند. پس باید به یک نحوی جوانان کمیونیتی جذب شود. جنگل مگه با تر و خشکش خوب است. پس بهتر است که برنامه‌های متعددی در چارچوکات انحنات و رسومات خود ما برگزار شود تا باعث جذب همه اقشار جامعه مردم ما گردد. ما همه عضو یک فامیل هستیم. در داخل یک فامیل همه با هم یک نوع نیستند. اخلاق و برخوردهای متفاوت وجود دارد. پس لازم است که هر کس را همانطوری که هست قبول کنیم و احترام نماییم. می خواهم یک چشم داشت خود را به صورت خلاص که چند ماه پیش در سالگره حادثه 15 مارس دیدم خدمتتان شریک کنم. در برنامه 15 مارس امسال که سالگرهش بود، یک برنامه نسبتاً بزرگ و در سطح ملی با حضور اعضای کابینه نیوزیلند و پرایم منیستر نیوزیلند برگزار شده بود. یک عده از جوانهای کمیونیتی و نماینده های کمیونیتی هم در اونجا شرکت کرده بودند، به شمول حاجی‌های عارفی. دو تا دختر جوان به عنوان نماینده مسجد نور و شهدا صحبت کردند که حجاب نداشتند. این موضوع به هیچ عنوان خدا نخواسته ترویج به حجابی نیست، و اما اهمیت این موضوع در این است که مسجد نور با وجودی که از نظر ما و شما بسیار سختگیر هستند، باز هم توانستند که این جوانان را در بینشان حفظ کنند و به نحوه پوشش و زندگیشان احترام بگذارند. Thank you.
بارود با این آنه یک واقعی یک نخوردید بود شد سوال رو روی صفحه بخونید بعد گزینه‌های درست رو انتخاب کنید.